دوستان، امیر فلکس هستم از تیم ایر فلکس فیتنس با پوشش مسابقات رومانیا پروی 2023. تا دقایق دیگه دسته اوپن روی استیج میان برای رقابت نهایی. 5 نفر برتر روی استیج میان. نفر اول رو میبینید بهروز تابانی، نیتن دیشا، Samson Dauda from the UK, Muhammad Fuda from the UK. مثل اینکه 10 نفر برتر روی استیج میان. این ورزشکارها از سر تا سر دنیا روی استیج شرکت میکنند برای رقابت، برای کسب قهرمانی و کسب جواز المپیای 2024. ترکاگندی سرداور این رقابت ها است. سامسون داودا رو میبینید که بهترین پکیج خودش تا به امروز آورده. بهروز تابانی از المپیای امسال جا موند و توی این مسابقه شرکت میکنه که ثابت کنه خیلی حرفا رو داشته واسه المپیای امسال. داورها نفر 5 تا 10 رو میخونن که روی استیج بیاد. شاید هم نفرات 6 تا 10. آخرین مقایسه ها داره انجام میشه. دوستان این لایو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. مسابقات هیجان انگیزی رو شاهد خواهیم بود. رقابت تنگاتنگ بین سامسون و بهروز. توی کوشن باکس برای من بنویسید به نظر شما قهرمان این رقابت کیه؟ نفرات برتر بین چه کسایی تقسیم خواهد شد؟ برای دوستان بهروز توی این فراخوان قرار میگیره. همچنین نیتن دیشا، سامسون داودا، آندر پرستی و محمد فودا. رقابت حساس و حساستر میشه. 6 نفر برتر مسابقات رومانیا پروی 2023 رو میبینید دوستان توی دسته اوپن. بهروز تابانی بین سامسون داودا و نیتن دیشا قرار میگیره. 2 ورزشکار از کشور انگلیس. 2 ورزشکار که سالهای گذشته رقابت تنگاتنگی با بهروز داشتن. بهروز پیشرفت چشمگیری داشته نسبت به سالهای گذشته. بهروز قهرمان سال گذشته مسابقات رومانیا پرو هست. کات بسیار خوبی داره، پکیج کامل. جای نیتن و سامسون رو با هم عوض میکنن. بهروز همچنان وسط با شماره 1. مارسلو محمد رو جاشون رو عوض میکنن. بهروز فوق‌العاده دیده میشه. بهروز خیلی خوب تونسته پیک بگیره واسه این استیج. تفکیک عضلات رو میتونید ببینید. کات عمقی، استراکچر بسیار زیبا، کمر باریک، شونه‌های پر، سینه‌های پر. تور جفت بازو از جلو رو میزنم. توی این فیگور بازوهای بهروز به مراتب بهتر از سامسون و نیتن دیده میشه. زیر بغل از رو به رو. کماکان میتونه این پوز مال بهروز باشه. فیگور سینه از جانب رو میبینید. بله دوستان، همینطور بهروز فوق‌العاده دیده میشه توی این فیگور. حتی کات عمقی رو میتونید ببینید، تفکیک عضلات همسترینگ، کوادز و گلوتس، جفت بازو از پشت. این پوزی که بهروز میتونه فوق‌العاده دیده شه. کات و فیبر باسن اونجا هست، کمر بسیار باریک، شونه‌های پهن، پشت پهن، تناسب و تقارن زیبا و چشمگیری رو به نمایش میذاره. زیر بغل از نمای پشت. اولین چیزی که توی این فیگور به چشم میاد عضلات گلوتس بهروز هست. پشت بازو از جانب. عضلات پا، کناری پا اینجا خیلی میتونه خوب خودشو نشون بده. پشت بازوی بزرگ رو از بهروز میبینید. شونه پهن روی پا میشینه، شکمشو نشون میده. فیگور بعد هست فیگور شکم و ران. بهروز خیلی پکیج خوبی آورده. تنها ایرادی که میشه به بهروز گرفت یکم سایز عضلات، اونم توی 4 سر پاه. فیگور جمع دوستان یکی دیگه از اون فیگورایی هست که بله از لایب رفت بیرون. دوستان ما برگشتیم با فیگور موسماسکولر، فیگور جمع از رو به رو. عذرخواهی میکنم دوستان، مشکل فنی از خود وبسایت ماسکولر اند دیولپمنت هست. امیدوارم دیگه بیرون نره. بله دوستان، لت از جلو. دوستان باید ببینیم بهروز میتونه قهرمان این رقابت شه. بهروز اگه قهرمان این رقابت شه نشون میده که المپیای امسال میتونست نتیجه ما همه از ایران به بهروز افتخار میکنیم. ورزشکاری که نه فقط یه بدن خوب داره، یه اسطوره هست. بهروز قطعا میتونه توی تاپ 5 المپیا باشه. بهروز قطعا میتونه توی سالهای گذشته به خوبی دیده شه و قهرمان مصر المپیا شه. بهروز این پتانسیل رو به خوبی داره. پکیجی که بهروز امروز روی استیج آورده به مراتب توی کاندیشنینگ از بقیه بهتر هست. توی استراکچر، توی تناسب و تقارن بهروز خیلی حرفای زیادی برای گفتن داره. کمر باریک و شونه‌های پهن یکی از اون خصوصیاتیه که بهروز منحصر به فرد کرده. کات عمیق، تفکیک عضلات. فیبر جمعشون باید بزنن. فیبر عضلات سینه بهروز مثال زدنی هست. کلا کاندیشنی که بهروز آورده از بقیه یه سر جلوتره. بله دوستان، این بود از 6 نفر برتر مسابقات رومانیا پرو 2023. بهروز تابانی خیلی خوب درخشید. ما امروز ورزشکارهای خیلی خوبی رو داشتیم روی استیج رومانیا. خانم سحر توی وومنز فیزیک به خوبی درخشید. توی مرحله مقدماتی توی تاپ 3 بود. من اون رو توی نفر دوم داشتم، از توی تاپ 3 هیچ وقت خارج نشد. توی مرحله فینال یا که پایانی تونست جایگاه سوم و مدال برنز رو کسب کنه. آرزوی بهترین ها برای سحر و آرزوی کسب جواز المپیای 2024 برای این بانوی ایرانی. توی کلاسیک فیزیک علی شمس قمر رو داشتیم که تونست با اون پکیج و کاندیشنینگ خوبی که آورد و روی استیج توی نفرات برتر، توی 5 نفر برتر قرار بگیره و جایگاه پنجم رو بگیره. و توی دسته اوپن بهروز تابانی رو داشتیم، کسی که 2 بار کوالیفای کرده برای المپیا و نرسیده. المپیای هفته پیش رو باید شرکت میکرد ولی به دلیل مشکلات ویزا و ورود به آمریکا نتونست شرکت کنه. خیلی ها میگفتن که بهروز جزء تاپ 5 هست، خیلی ها میگفتن که بهروز میتونست با سامسون داودا و برندن کوری رقابت کنه. بهروز امروز بهترین پکیجش رو تا به امروز روی استیج رومانیا آورد. بهروز میتونه قهرمان این استیج باشه. بهروز توی سری از شاتا از سامسون داودا حتی بهترم بود. آرزوی بهترین ها رو داریم برای بهروز و درخشیدن تمام ورزشکارای ایرانی روی تمام استیج‌های حرفه‌ای. برای دوستان 5 نفر برتر برای اجرای فیگورای انفرادی خودشون روی استیج میان. نفر اول از ایران بهروز تابانی رو داریم، نماینده سنگین وزن ما توی دسته توی مسابقات رومانیا پرو 2000. من زیاد چیزی نمیگم که همه لذت ببریم از تماشای فیگورای انفرادی بهروز. پکیج فوق‌العاده است دوستان. کات و کاندیشنینگ بهروز مثال زدنیه توی این رقابت. پکیج بسیار خوبی تونست از خودش به نمایش بذاره. بهروز جان عالی بود. بهروز رقبای سرسختی رو داره توی این استیج. نفر بعد قهرمانی با 10 قهرمانی حرفه‌ای، نیتن دیشا، ورزشکاری از کشور انگلیس. by Nathan as always. Our next competitor to present his routine finished top 3 at last weekend's Olympia. نفر بعد که قرار روتین خودش رو انجام بده از کشور انگلستانه، کسی که تونست جایگاه سومی المپیای 2023 رو بگیره، قهرمان آرنولد کلاسیک 2023 روی استیج میاد برای اجرای فیگورای نمایشی خودش. سامسون میتونه یکی از قهرمانان المپیا باشه توی سالهای آینده. خیلی از کارشناسان معتقدن که تناسب اندام سامسون یکی از اون نکاتیه که اونو منحصر به فرد کرده. بعد دوستان یه بار دیگه سامسون رو صدا میزنن که روی استیج بیاد. سامسون داودا از کشور انگلیس به شیر نیجریه‌ای معروفه، توی سالهای گذشته تونسته به خوبی بدرخشه. یکی از بهترین استراکچرها و ساختار فیزیکی و بدنی داره توی دسته اوپن، ولی هیچ وقت نتونسته به اون کاندیشنینگ 100 درصدی خودش برسه و همه معتقدن که سامسون بهترین حضورش توی المپیا 2023 بوده تا به الان و تونسته 90 تا 95 درصد پتانسیل خودش رو به اجرا بذاره. رقابت امروز بین سامسون و بهروز هست. توی دور مقدماتی رقابت تنگاتنگی با هم داشتن این دو ورزشگاه. اگه اون رقابت رو از دست دادید میتونید توی چنل یوتیوب ایر فلکس فیتنس اون رو تماشا کنید. برای دوستان نفر بعدی که تونسته به 5 نفر برتر برسه محمد فودا هست، ورزشکار سنگین وزن مصری. محمدی که از اون ورزشکارهای تازه کار و جوونه دسته اوپن هست، تا به حال برد حرفه‌ای نداشته و المپیا هم شرکت نکرده. فکر کنم اولین مسابقه فصل خودش رو شروع کرده با مسابقات رومانیا پرو. فیزیک بسیار خوبی داره، نیاز به پیشرفت داره. توی سالهای آینده اگه بتونه پیشرفت خوبی داشته باشه میتونه توی المپیا هم حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه. چگالی بالا، شیپ خوب، بدن تازه از خصوصیات بدنی محمد فودا است. نفر آخری که تونسته به تاپ 5 این مسابقه برسه هورس امدی هست. از کشور برزیل. هورس امدی یکی از اون ورزشکارای مشهور برزیلیه که توی کشور خودش هوادارهای بسیار زیادی داره. ورزشکار برزیلی توی سالهای گذشته همچون ورزشکارای ایرانی خیلی فعال بودن و خیلی خوب دیده شدن. هورس امدی فکر کنم بهترین جایگاهی که بتونه توی این لاین اپ بگیره جایگاه پنجمی میتونه باشه. هورس امدی قد بلندی داره و به مراتب به سایز بیشتری هم احتیاج داره. اگه بخواد با بهروز تابانی رقابت کنه کاندیشن بهتری هم میخواد و کنار سامسون داودا، بهروز تابانی و نیتن دیشا سایز میخواد. فیزیک زیبایی داره ولی برای قهرمانی این مسابقه احتیاج به سایز و کاندیشنینگ بهتری داره. کلا باید اوورال پکیج رو بهتر کنه. برای دوستان مارسلو دیانجلس رو دیدید، هورس امدی از کشور برزیل آخرین نفری بود که تونسته راه پیدا کنه به 5 نفر برتر. Ladies and gentlemen, and it is Wings of Strength, Jake Wood, Lina Pomba, Alex Kassa, everybody here for the European actions and from the United States. Here's a small piece of information about Wings of Strength. Wings of Strength is an American company that organizes and promotes fitness and bodybuilding shows not only in the United States and Europe, but right here in Romania. Representing the NPC worldwide and the IFBB Pro League, the company's model is... خب موجی داره میگه که قبل اینکه بخوان دسته اوپن نفرات برتر مشخص شن و جایگاه مشخص شو قهرمان، میخواد اناونس کنه، معرفی کنه اسپانسرهای این برنامه رو که از آمریکا اومدن. وینگز استرنت هست، یکی از پروموترهای مسابقات بدنسازی، و جیک وود. وینگز آف استرنت بیشتر توی بدنسازی خانوما فعال هست. تشکر میکنه از جیک وود و همه کسایی که این مسابقه رو پروموت کردن. دوستان لحظات پایانی این مسابقه نزدیک میشیم. نفرات برتر، جایگاه های برتر دسته اوپن قرار مشخص شه. 5 نفر برتر روی استیج میان. بهروز تابانی رو داریم، سامسون داودا رو داریم، نیتن دیشا رو داریم، محمد فودا رو داریم و هورس امدی. بهروز میتونه قهرمان این مسابقه شه. بهروز میتونه امروز سومین جواز المپیای خودش رو بگیره. پوزدن رو شروع میکنن 5 نفر برتر. دوستان نظرات خودتون رو برای من توی کوشن باکس بنویسید. به نظر شما تاپ 5 چه جوری قراره چیده شه؟ چه کسی قهرمان این مسابقه است؟ چه کسی قراره جواز المپیای 2024 رو اینجا بگیره؟ بهروز تابانی تنها نماینده ایرانی ما هست روی این استیج که فوق‌العاده بدن خودش رو به اجرا و نمایش گذاشته امروز. بهروز یکی از قهرمانای خوب سنگین وزن هست با ژنتیک خارق‌العاده. بهروز توی سالهای گذشته به خوبی دیده شده. باید ببینیم که میتونه این مسابقه رو ببره و در روی سامسون ببنده. سمسون داودا بیشترین هایپو داره روی این استیج، کسی که تازه از اولمپیا اومده و جایگاه سومی رو کسب کرده، قهرمان آرنولد کلاسیک مسابقات، قهرمان آرنولد کلاسیک سال 2023 هست. برای دوستان همکنون نفرات برتر دسته سنگین وزن مسابقات رومانیا پرو شاهد هستید. We've got Nathan, we've got Behrouz. بله، نفر پنجم محمد فودا به جایگاه پنجمی این رقابت رسید و چک $1000 تونست دریافت کنه. محمد پکیج خوبی آورده بود، فکر کنم اولین مسابقات این فصلش باشه و به مراتب مسابقات بعد و بهتر خواهد شرکت کرد. بله، نفر چهارم نیتن دیشا از کشور انگلستان شد. دوستان رقابت حساس تر شد. نفرات سوم بین هورس امدی، بهروز تابانی و سمسون داودا هست. نیتن دیشا به جایگاه چهارمی رسید. جایگاه سومی میتونه مال هورس امدی باشه. مدال برنز و چک $3000 جایگاه سوم میرسه به هورس امدی از کشور برزیل. برای دوستان نفر اول و دوم بین بهروز تابانی نماینده کشورمون و سمسون داودا نفر سوم مصر المپیا هست. بهروز فوق‌العاده ظاهر شده توی این مسابقه. بهروز فاصله ای رو تا قهرمانی مسابقات رومانیا پرو 2023 نداره. بهروز میتونه امروز کوالیفای کنه برای المپیای سال دیگه. حضرت سرنوشت ساز. Audience is split 50-50 on this one. Behrouz or Samson. دوستان مدال نقره، چک $4000 و جایگاه دوم این رقابت میرسه به بهروز تابانی از ایران. مدال نقره رو گرفت. تبریک به بهروز، تبریک به همه ایرانیا. بهروز فوق‌العاده ظاهر شد. بهروز بهترین پکیج آورد و بهروز روز به روز داره بهتر میشه، مسابقه تا مسابقه داره بهتر میشه. کارو خیلی برای سمسون سخت کرده بود توی این مسابقه. آرزوی بهترین ها برای بهروز تابانی داریم. بهروز قطعاً جواز المپیای 2024 رو امسال خواهد دریافت کرد. و دوستان قهرمان این مسابقه، مدال طلا، کوالیفیکیشن المپیای 2024، جایگاه اولی میرسه به سمسون داودا، شیر نیجریه‌ای از کشور انگلیس، کسی که مقام سومی المپیای امسال رو داره، قهرمان حال حاضر آرنولد کلاسیک اوهایو. مرسی از همه شما که ما رو تماشا میکنید. با پوشش ویژه رومانیا پرو 2023 در خدمت شما هستم. همکنون میتونید اخبار لحظه ای این مسابقات رو توی یوتیوب توی چنل ایر فلکس فیتنس تماشا کنید. بهروز فوق‌العاده بود دوستان، یعنی هیچ چیزی کم نداشت و قطعاً مسابقه بعدی بهروز میتونه قهرمان باشه و کوالیفای کنه برای المپیای 2024. میشه گفت که مسابقات رومانیا یکی از اولین مسابقات فصل هست که ورزشکارا از سر تا سر دنیا میرن اونجا که قهرمان شن و جواز ورود به مصر المپیا رو کسب کنن. قهرمان امسال این رقابت سمسون دعودا شد و بهروز تابانی نایب قهرمان این مسابقه بود. جایزه نفر اول $10,000، نفر دوم $4,000، نفر سوم $2,000 و نفر پنجم $1,000. مجموعی که تو سال پیش ششم شدی توی المپیا، برگشتی واسه آرنولد کلاسیک، قهرمان آرنولد کلاسیک شدی، نفر سوم مصر المپیا امسال بودی، یه هفته بعد اومدی توی رومانیا شرکت کردی با اینکه نیازی به کوالیفیکیشن نداشتی، ولی کوالیفیکیشن المپیا رو گرفتی و قهرمان مسابقات رومانیا شدی. تبریک میگم سامسون، چه حسی داری؟ همونجور که گفتی این رویایی که به حقیقت پیوسته. من احساس خوشبختی میکنم. این فقط سخت‌کوشی من نبود، همسر زیبای من خیلی سخت کار کرد با من، همیشه با من بود، اون اینسپریشن من هست. مربی فوق‌العاده میلوس، اون فوق‌العاده است. از اسپانسرم هاستایل نوتریشن فواد بیا تشکر میکنم، بدون اونا نمیتونستم اینجا باشم. از همه افراد تیمم تشکر میکنم، خیلی ازتون ممنونم. Samson only watched his first Olympia, right? 2013, so exactly 10 years ago, he only watched it online. 10 years later, here we are. You're one of the best in the world. There's Mel. برای همسرش رو میبینید که روی استیج اومده. جالبه که بدونید قبل از میلو سارچف، همسر میلوس، همسر سامسون مربیش بوده و کارت حرفه‌ای رو تونسته با مربیگری خانومش بگیره. از 2013 داشتن مسابقات بدنسازی رو نگاه میکردن و آرزوی اینو داشتن که به المپیا برسن و قهرمانای حرفه‌ای با هم داشته باشن و 10 سال بعد سال 2023 آرزوهای سامسون به حقیقت پیوسته. سامسون میگه ما همونی هستیم که میکنیم. بدنسازی زنده است به خاطر پروموترها، به خاطر کسایی که اینو اجرا میکنه. مردم فقط نگاه اسمایی میکنن که معروفن و روی استیج شرکت میکنن، نگاه قهرمانا میکنن. این نمیشه فقط این باشه، خیلی هستن که پشت صحنه کار میکنن. همه چیز ممکنه، اگه من کردم شما هم میتونید بکنید. بیاید با هم کار کنیم، سخت کار کنیم و به هدفمون برسیم. برای دوستان سامسون داودا قهرمان مسابقات رومانیا پروی 2023 شد. سامسون داودا سومین مسابقه خودش است توی امسال. دستاورد این مسابقه ها یه دونه برد آرنولد کلاسیک بوده، قهرمانی آرنولد کلاسیک اوهایو، سومی المپیای 2023 و قهرمانی مسابقات رومانیا پروی 2023. Now the question is, are you 3D?